وطنداران مهربان عزیز، امیدوار هستم لبتان پر از خنده باشه و لباس عافیت بر تن داشته باشین. خوش آمدین به استیج بزرگ رو در رو، جایی که خواهرای عزیز ما امشب مهمان برنامه شدن که در مرحله اول به خاطر 10000 افغانی دو سیت موبایل با هم رقابت کنن و در مرحله دوم به خاطر گرفتن 500000 جایزه بزرگ برنامه زیبای رو در رو با ما شمس رحمانی رقابت کنه. دوستای عزیز خوش آمدین به برنامه. خوب هستین؟ صحتمند؟ پر از انرژی؟ آماده هستین با خواهرای ما معرفی شویم؟ هیچ کس جواب نمیده. انرژی دارین یا نه؟ بریم ما. چی؟ بله. تشریف کنید دوستا فامیل. دیگه نخواست بندگی یک معرفی میشیم همراهشان که هر نجمه صفی میشن. خوش آمدین به برنامه. خود معرفی کنید و از این به نام خالق انسان و انسانیت، به نام آن که انسان را از توتگل آفرید و نام انسان را بر او نهاد که برگرفته شده بود از انسانیت. سلام عرض ادب نزد همه شما عزیزان، امیدوار هستم که سلامت و صحتمند باشین. من نجمه بیگی، سرتیم خانواده بیگی هستم و هر یک اعضای تیم بصیره جان و صبره جان میباشم. خواهرتان هستم مادر جان؟ یا دوست من مادر جانم. بسیار خوش آمدین به برنامه. آرزوی موفقیت میکنم که بتونین 500000 و 210000 افغانی ان شاء الله. دوستا تشریف کنید عزیزا. اول از طرف فامیل بیگی دو که سرتیم شما خانم معصومه هست، خوش آمدین به برنامه. خدا معرفی کنین به عزیزان. به نام خدای سمیع و بصیر، خداوند پاک و توبه پذیر، سلام به تمام دوستای عزیز، کسایی که ما را از پس تلویزیونشان، پردای تلویزیونشان میبینن و کسایی که در تالار حضور دارن و همچنان موجی موفق ما شمشیان رحمانی. انشالله که تمام تان جور و صحتمند و سرحال باشین و در عافیت کامل بسر ببرین. معصومه هستم، سر تیم خانواده بیگی و اعضای تیمم هم رازیه جان و مریم جان هستن، دوستایم هستن. بسیار عالی. بله. امیدوار هستم که شما هم برنده دو سیت موبایل 10000 افغانی کنید. 10000 افغانی شوین. دوستا تشریفشان کنید. خوش آمدید. سوال اول شروع میکنم. از دو سرتیم خواهش میکنم تشریف بیارن سوال اول برنامه را پاسخ بدن. دوستا دو خواهرای ما را تشریف کنیم. بفرمایید. آرزوی موفقیت به هر دو نفر. سوالی که از شما میپرسم بین 100 نفر سروی شده و این سوال من 7 جواب برتر گرفته. آماده هستین؟ سوال میخوانم. معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار و یا وظایف هست؟ خانه‌داری. تدریس و یا معلم بودن. بیشتر امتیاز گرفتین. مشاور کنید یا واگذار میکنید سوالا؟ بله. بفرمایید. تشکر بفرمایید. خانم رازیه، معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار و یا وظایف هستند؟ آرایشگری. آرایشگری. بود جوابتان. معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار و یا وظیفه هستند؟ دکتری. پس گیری بود. تبابت بود جوابتان. معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار و یا وظیفه هستند؟ کارگری، مثلا در شفاخانه ها کار میکنن، جایم دو صفاکاری دیگه. یک جواب بگی. صفاکاری. نظافت و یا پاکاری. بود جواب. جواب آسان است اما راحت ترین کار هست شما بگین. معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار و یا وظیفه هستند؟ ۱ ۲ ۳ ۴ آشپزی. نه. خانم مریم، معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار و یا وظیفه هستند؟ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ فامیل بگی یک مشورت کنین. معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار و یا وظیفه هستند؟ تجارت یا بزنس؟ تجارت و یا همو بزنس. بله. مدیریت یا ریاست و یا شرکت دارن. درست بود جوابتان. رازیه، معمولا خانم های افغانستان کدام وظایف و شغل ها را دارن؟ درس خواندن. بلند جواب بدین. درس خواندن. نبود. با هم مشورت کردین؟ خانم صابره، معمولا خانم های افغانستان مشغول کدام کار یا وظیفه هستند؟ سنگ میرشن زیادتری هاش. جان؟ سنگ ریشی. سنگ؟ آه میرشن هم تو ده کارخانه. سنگ نوشتن؟ نه میرشن. سنگ ریشی؟ آه من نمیفهم کدام کار هست. هست. شما؟ نرس. با دوستا جواب شما موافق هستین یا جواب نمیتین؟ سنگ ریشی، نرس. جواب جدید. نرس هستم. نرس.
کلینیک جان گفتن؟ نرس یا همو پرستار میتونه باشه؟ سعی کنید. نبود. جوابتون نبود. امتیازا رو شما گرفتین. چند امتیاز گرفتین؟ 72 امتیاز. دوستا تشریف بیارین. جواب بسیار آسان است. دوستا جوابایی که باقی مونده رو بلند بخونین. نمبر 5 قابلگی، نمبر 3 خبرنگاری. بسیار جواب آسان بود. خب خیر باشه. سوال دومه، از نفرهای دوم خواهش میکنم تشریف بیارن که بپرسم. راضیه و بصیره. دوستا تشریف کنید. خوش آمدین، آرزوی موفقیت به هر دو نفر. سوالی که از شما میپرسم، بین 100 نفر سروی شده 6 جواب برتر گرفته. این سوال 6 جواب گرفته. آماده هستین؟ بله. سوال میخونم. ماه سال را نام ببرید که 3 حرف داشته باشد. 3 ثانیه. ثور. نقل دادن از اوجه. آره خندم میکنن. آره سعی کنی؟ هست ثور. ماه ثور جواب شما بود. چند سالی راضیه؟ ماه سال را نام ببر که 3 حرف داشته باشه. 3 ثانیه زمان. اسد. اسد. الف سین دال. اسد. هست؟ اسد. بود جوابتان. اما بیشتر نقطه شما گرفتین. مشهد که میرین یا واگذار میکنین؟ بفرمایید. تشکر. خانم صابره، یک ماه سال را نام ببرید که 3 حرف داره. سرطان. سرطان. چند حرف داره؟ سه حرف داره. سه حرف داره سرطان. بلد. سین ر توی الف نون. 5 حرف سرطان. نه. هست؟ خیر است. سوال شاید دقت نکردین. خیر است. خانم نجمه، یک ماه سال را نام برید که 3 حرف داره. حمل. یا حمل. هست؟ بود. بلندترین امتیاز. بسیره، یک ماه سال را نام برید که 3 حرف داره. دل. دل. دل و. ماه دل. بود. یک ماه سال رو نام برید که 3 تا حرف داشته هود. باشه. هود. هود. بله. هود. هود. بود جوابتان. یک جواب امتیاز رو گرفتیم. یک ماه سال رو نام برید که 3 حرف دارن. جدی. جدی. نبود. فرمول بگی دو مشورت کنین یک جواب پیدا کنین. شما هم یک جواب پیدا کنین. بصیره، یک ماه سال رو نام برید که 3 حرف داره. سن. یک. دو. سه. شهار. قوس. قوس. ماه قوس. بود. امتیازها رو گرفتیم. در لحظه آخر امتیازها رو گرفتن. جمع امتیازهایتون شد 100. سوال دومه کلن پاسخ دادین. شما هم 72 امتیاز دارین. وطندارای مهربان، وقفه کوتاه میگیریم. جایی نرین. ریموت هم بارین در زمین. چینل هم تبدیل نکنین. وقفه. خوش آمدیم به ادامه این برنامه. مرحله اول از سوال سوم و چهارم مانده. تشکر از سامیان برنامه. اکسبول قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشتم ترین مزه در بین انرژی ها داره که ساخته شده است. حصاره جرمنی و کیفیت از آن اکسبول. اکسبول با رنگ های متفاوت و طعم های مختلف است. اکسبول سرشار از نشاط و لبخند زیبا. آماده هستین که سوال سوم بپرسم؟ آماده هستین؟ حالا سوال سوم از نفرهای سوم خواهش میکنم که تشریف بیارن سوال بپرسم. دوستا تشریف کنین. خواهرای ما را بفرمایید. خوش آمدین، آرزوی موفقیت به هر دو نفر. سوالی که از شما میپرسم، بین 100 نفر سروی شده که این سوال ما 5 جواب برتر گرفته. سوال بسیار آسان است. دقت کنین. اسم دخترانه را نام ببرید که حرف اول و آخر آن یک رقم باشه. آمنه. بله. نه. سوال دقت کنین. گفتم اسم یک دخترانه نام ببرید که حرف اول و حرف آخرش یک رقم باشه. مریم. مریم. جوابتان بود. اسم خودتانم مریم هست. مشورت کنیم. میرین یا واگذار میکنم؟ بفرمایید. تشکر خانم صابره. معصومه، یک اسم دخترانه نام ببر که حرف اول و آخرش مثل هم باشه. اسما. 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 بود. راضیه. اسم دخترانه نام ببر که حرف اول و آخرش مثل هم است. لیلا. لیلا. بلند جواب بده. لیلا. لیلا هست؟
لیلا نبود، صد نفر انتخاب نکرده بود. مریم، اسم دخترانه رو نام بر که حرف اول و آخرش مثل هم است. شمار کنی. یک، فامیل بگی، مشورت کنین، یک جواب پیدا کنین. بسیار اسم دخترانه هست، آسان است. مثلا یک اسم دخترانه نام بر که اول آخرش مثل هم باشه. نسترن. درست و صد نفر انتخاب نکرده بودن. تمام شد بخیر مشورت. خانم صابره، یک اسم دخترانه که حرف اول آخرش مثل هم باشه. نازنین. بصیره؟ نازنین. نجمه؟ نازنین. 100% درست بود، اما 100 نفر انتخاب نکرده بودن. امتیازها رو شما گرفتین، جمع امتیازهایتون شد 164 امتیاز. اسما چی بوده که این 100 نفر انتخاب نکرده بودن؟ بخوانیم یک جا. نمبر 5 ادا. نمبر 4 علینا. نمبر 2 هدیه. این بود اسمای دخترانه که حرف اول و آخرشان مثل هم است. خب خیر باشه. شما هنوز برنده نشدین، 300 امتیاز پوره نکردین و شما هم سوال چهارم برنامه میتونه یک فامیل برنده بسازه، چون 300 امتیاز پوره داره. حالا این سوال از نفرهای اول خواهش میکنم تشریف بیارن که بپرسن. دوستا تشریف کنین نفرهای اول. خوش آمدین. سوال آسانه است، سوال دقت کنید، 300 امتیاز پوره داره. و این سوالی که من از شما میپرسم بین 100 نفر سروی شده که 3 جواب برتر گرفته. معمولاً برای فهمیدن اوضاع جوی فردا کدام روش وجود داره؟ معصومه؟ ماهواره. از طریق تلویزیون یا ماهواره هست؟ دیدن تلویزیون جواب دوم بود. نگه جان، برای که از اوضاع جوی فردا خبر شوی چه کاری انجام میدی؟ از اینترنت استفاده میکنم. اینترنت هست؟ چه کردن اینترنت بیشترین امتیاز. مشهد میری یا واگذار میکنی؟ بفرمایید. تشکر. بصیره، به خاطر که از اوضاع جوی فردا آب و هوا خبر شوی چه کاری انجام میدی؟ رادیو رو گوش میکنی. رادیو. شنیدن رادیو بود جان. فامیل بگی 1400 امتیاز پوره گرفتن و برنده مرحله اول شدن. دوستا خوب تشکر کنی خواهرای ما را. تشکر از همیان برنامه که هر شب با فامیل برنده ما دو سید موبایل هدیه میده که یکیش دارای تچ فوق‌العاده هست و یک موبایلش هم خیلی خورترک مقبول اما با آنتندهی فوق‌العاده. جدیدترین مرکز فروشات موبایل، نمایندگی کارت 4 خالد نمر با خرید از نمایندگی جدید خالد نمر شامل تحایف و تخفیف‌های حیرت انگیز شوید. خالد نمر یگانه مرکز فروشات موبایل با استانداردهای جهانی در سطح افغانستان. شرکت تجارتی خالد نمر اولین نماینده رسمی موبایل‌های سامسونگ در کشور عزیز ما افغانستان. مبارکتان باشه فامیل بیگی. 1 2 سید موبایل برنده شدین در سوال چهارم. این خدمت شما مبارک و مبلغ 10000 افغانی هم تقدیم میشه از طرف برنامه زیبای رو در رو و شما خواهرای عزیزم. مبارکتان باشه. آماده هستین که در مرحله دوم با ما 500000 رقابت کنین که برنده شوین؟ پس دو نفر انتخاب کنین، مشورت کنین، ما برمیگردم پیشتون. درست است؟ چانس یاری نکه. 164 امتیاز هم گرفتین. خب خیر باشه، همیشه موفق باشین در تمام عرصه‌های زندگیتان. خواهرای مهربانم به قله‌های موفقیت برسین. حرفی پایان باشه که همراه ها در اختیارتان. بفرمایید. پیام مایی است که دوستای عزیز متوجه باشین، در اندیشه و تفکر او کار باشین که مثلا شما او را انجام ندادین، نه در تفکر و اندیشه او کار باشین که در گذشته شما انجام دادین، چون او کار که شما در گذشته انجام دادین با گذشته پیوست، ولی زمان آینده و گذشته گذشته، ولی از زمان حالتان به صورت درست استفاده کنین و برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنین. تشکر. پیامی خاصی ندارم، پیام این به نوجوانا است که هرگز در مقابل مشکلات تسلیم نشوید. تشکر. خانم مریم؟ کنم پیام خاصی نداشت. تشکر. خوش آمدین. خوش آمدین به برنامه ما. دوستا عزیزا رو تشکر کنین. خوش آمدین. خب، مشورت چه فامیل بگیریم؟ کیا هستن؟ یک نفر از تیم مقابل و خودم. خب، اتفاق خوب میکنین که 500000 برنده شوین. خود از تیم خودتان کی هست؟ معصوم. خودتان از تیم مقابل؟ معصوم بگی. معصومه رو انتخاب می‌کنین. بفرمایید.
اجزا تشکر کنی خواهران ما را. کی میره اتاق آرام؟ نجمه. بله. بفرمایید اتاق آرام. دوستا تشکرشان کنید. بفرمایید. وطنداره عزیز، مرحله دوم ادامه دارد. اتفاق خوب کردن. آمدن از دو تیم که 500 هزار از آن خود کنن. جایی نریم، وقتی کوتاه میگیریم. زود برد. مرحله 500 هزار افغانی یک اتفاق خوب کردین و از فامیل بگی یک از شما انتخاب کردین. امیدوار هستم که فامیل چهارم باشین انشالله. که 500 هزار از آن خود کنین. خانم معصومه 20 ثانیه زمان داری، 5 سوال ازت میپرسم. دوست عزیز ما داخل اتاق آرام هست، صدای ما شما را نمیشنوه. سوالی نتونستین پاسخ بدین بگین بگذر، ثانیه ها باقی مان دوباره میپرسم. با صدای بلند به ما جواب بدین. آماده هستین؟ بله. همکارای عزیزم 20 ثانیه را آماده کنین. جایی را در کابل نام ببرید که دوست دارید در آنجا سوپرمارکت داشته باشند. استالف. معمولا کدام شخص برای پوشیدن از دریشی استفاده می کند؟ مجری برنامه. اسمی را نام ببرید که دوست دارید پسرتان به همان اسم باشد. محمود. یک حشره گزنده را نام ببرید. گشتون. چیزی نام ببرید که افراد مصنوعی آن را استفاده می کند؟ پای. بسیار عالی. دوستا تشکر کنید خواهر ما را. بسیار خوب جواب دادین. ثانیه های تنم همین لحظه پوره شد. بله. سوال اول ازتان پرسیدم که جایی را در کابل نام ببرید که دوست دارید در آنجا سوپرمارکت داشته باشه. استالف. سفر. بسیار امتیاز خوب گرفت. دوستا تشکر کنید خواهر ما. منظور ما از شهر کابل بود. خیر باشه. سوال دوم پرسیدم معمولا کدام شخص برای پوشیدن از دریشی استفاده می کند؟ مجری برنامه. 22 امتیاز. خوب امتیاز گرفتیم. و سوال دوم. سوال سوم پرسیدم اسمی یا نام ببرید که دوست دارید پسرتان را به همان نام صدا کنید. شما پاسخ دادین. محمود. 14 امتیاز. بسیار عالی، بسیار عالی. خوب امتیاز گرفتین. سوال چهارم پرسیدم که یک حشره گزنده را نام ببرید. شما پاسخ دادین. گژدم. گژدم. سفر. بله. گژدم. حشره خزنده است. خودتان فهمیدین. سوال پنجم پرسیدم چیزی نام برد که افراد مصنوعی آن را استفاده میکنند. شما پاسخ دادین. پا. 12 امتیاز. 48 امتیاز ایوکی خواهر جان در بخش اول سوالات. آرزوی موفقیت میکنم در تمام زندگی برات. دیگه مبارک باشه. فرق نمیکنه چه فامیل مقابلتان برنده شده، همیشه موفق باشی. حرفی پنهانی داری با دوستا بفرمایید. نه دیگه حرف ندارم. تشکر. دوستا تشکر کنید خواهر ما رو. بفرمایید. بفرمایید. حالا از خواهر دیگه ما خواهش میکنیم تشریف بیارن. 5 سوال تکراری بخش دومه که 500 هزار هست پاسخ بدن. دوستا تشریف کنین. خوش آمدین. آرزوی موفقیت میکنم با شما که بتونین امتیازها رو پوره کنین و 500 هزار از آن خود کنین. 25 ثانیه زمان داری، 5 سوال تکراری. جواب تکراری صدا رو شنیدی. سوالی نتونستی پاسخ بدی بگو بگذر، ثانیه ها باقی مان دوباره میپرسم. آماده هستی؟ بله. همکار عزیزم 25 ثانیه را آماده کن. جایی را نام ببرید که دوست دارید در آنجا سوپرمارکت داشته باشه. نزدیک خانه. معمولا کدام شخص برای پوشیدن از دریشی استفاده می کند؟ استاد. اسمی یا نام ببرید که دوست دارید پسرتان به همان اسم باشد. یوسف. یوسف. یک حشره گزنده را نام ببرید. زنبور. چیزی یا نام ببرید که افراد مصنوعی آن را استفاده می کند. مصنوعی آن را استفاده می کند. آرایش. آرایش. دوست داشتید جان کنید. بسیار خوب جواب دادید. سوال مصنوعی بود. یک چیز جواب بسیار جالب دارین. سوال اول پرسیدم جایی در کابل نام ببرید که دوست دارید در آنجا سوپرمارکت داشته باشه. خودتان پاسخ دادین. نزدیک خانه. سفر. بلندترین امتیاز این کجا بود؟ نمیدونم. کارته 4. سوال دوم پرسیدم که معمولا کدام شخص برای پوشیدن از دریشی استفاده میکند؟ استاد و یا معلم. 10 امتیاز. بلندترین امتیاز داماد بود. داماد همیشه سعی کنید دریشی میپوشن. سوال سوم پرسیدم که اسمی نام ببرید که دوست دارید پسرتان به همان اسم باشد. یوسف. یوسف. 19 امتیاز. بلندترین امتیاز مصطفی بود. سوال چهارم پرسیدم که یک حشره گزنده نام ببرید. زنبور. 40 امتیاز. بلندترین امتیاز هم همین زنبور بود که برای بیماری روماتیسم هم بسیار خوب است. سوال پنجم پرسیدم که چیزی نام ببرید که افراد مصنوعی آن را استفاده میکنند. چه جواب زیبایی گفتین. چی گفتین؟ آرایش. آرایش. سفر.
بلندترین امتیاز دندان مصنوعی بود. خیر باشه. مرحله اول برنده شدین، مبارکتان باشه. دوست دارم بالا 10000 کنین. به اهداف زندگیتان که دوست دارین برسین و لبتان پر از خنده باشه. حرفی دارین با دوستا بفرمایید. یک پیام داشتم برای همه طالب صاحبا، یعنی میحاکمان همین زمان ما که مکتبا را برای دخترها باز کنن، به خاطر هر موجود زنده، چه اگر مرد باشه چه اگر زن باشه یا موجود دیگری باشه، مگر یکی زنده باشه حق زندگی داره، حق تحصیل داره و حق هر چی دیگه داره. باید مکتبا را برای ما باز کنن و یک تقاضا و یک خواهش است از طرف همه باشندگان امی افغانستان یا حتی جهان. خلاص، تشکر. بخیر باشین دوستا، تشکر می‌کنم. بفرمایید. تشکر از سامیان برنامه. اکسپول قوی‌ترین، خوشمزه‌ترین و خوش‌طعم‌ترین مزه را در بین انرژی‌ها داره که ساخته شده از آثار جرمنی و کیفیت از آن اکسپول. لبخند به لبخند با نوشیدن اکسپول. شرکت تجارتی خالد نمر، اولین نماینده رسمی موبایل های سامسونگ که خدمات خود با 2 سال خدمات پس از فروش به شما وطن‌دارای عزیزم ارائه می‌کنه. وطن‌دارای مهربانم، سوالات جالب و زیبا دارین، میخواین با ما شریک بسازین، چه رقم؟ نمبر واتساپ برنامه ایجا هست 0711-99-54-24. همین لحظه نمبر را ثبت کنین، سوالات خود زیبایتونه در واتساپ برنامه با ما شریک بسازین. 456 زنگ بزن، کل 6 دور دو دور فشار بده، 101 میشه میگه بیپ، نام خودت، اعضای تیمت بگی، در آخر کل علامت نمبر فشار بده تا من دعوتت کنم به استیج بزرگ رو در رو که بتانی 2 سیت موبایل 10000 افغانی و جایزه بزرگ 500000 از آن خود کنی. تا فردا شب که باز برمیگردم، اما تو مهمان بزرگ، شب بخیر، خدا حافظ.